میبارد به روی خار و خارا سنگ، کوها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. از هنگامی که درهای معبد بسته میشه به روی بیگانگان، آنهایی که اعضا رسمی فراماسونری نیستند، دیگه غریبه ای احد الناسی از درون آنچه که میگذرد کوچکترین اطلاع و خبری ندارد و همانطور که میدانیم با بردن اسرار فراماسونی به بیرون، اولین سوگندی رو که پیش از این که اصلا وارد فراماسونی شدن و درجه اول رو بگیرن، درجه شاگردی رو بهشون اعطا بشه، تعهد و سوگند میخورن که و تعهد رسمی میسپارن که اگر اسرار رو به بیرون ببرن فاش کنن سرشون رو میدونن که گوش تا گوش باید بریده بشه و بریده میشه. و این هم یک سازمان دوی هر سازمانی رو که اسرار داره، این یک چیز خیلی عادیه. هر ساده ترین سازمانی که همه در موردش میدونیم ارتش هست. هر ارتشی در دنیا چون اسرار داره و بنابراین هر کسی که وارد ارتش میشه باید تعهد بسپاره که اگر هر سری رو از درون این سازمان به بیرون ببرید با مجازات های مختلف رو درون میشه که بستگی به اون که چه نوع سری رو برده تا اعدام تیرباران هم میره. سازمان های امنیتی هر کشوری از ایران تا هر کشوری دنیا همینه. بنابراین در فراماسونی هم که یک سازمانی هست که تمامش اسرار هست و به قول آنچه که میگیم اسرار غیبی هست، اون هم هست که بسیار بسیار مهمتر از در نظر فراماسونی و شاید از در واقعی و تاریخی مهمتر از اسرار ارتشی هست. مثلا فلان گروهان در فلان تاریخ از اصفهان میخواد بره قوچان، یک سر نظامی میتونه بسته موقعیتش از سالها زندان تا تیرباران مجازات داشته باشه. بنابراین اسرار فراماسونی که درجه اهمیتش ده ها یا صدها یا هزاران حتی بیشتر از این همچین سری هست، واضحه که مجازاتش هم همراهش هست. اینه که موقعی که شخص متعهد میشه که من سرم رو گوش گوش مانی یاد یک سازمان این روی حرفش خیلی جدیه، مثل ارتشه، مثل سازمان اطلاعاته، شوخی با کسی نمی کنه. و نمونهاش هم در اتفاق افتاده. حالا یک مورد مشهورش نمونه سروان مورگان هست در آمریکا که چون یک مورد بسیار مشهوری هست اون رو جداگانه بایستی بیان کنیم در خودش که طول نمیشه. ولی حالا ببینیم چگونه هست در اون سازمان که فرهیختگانی همون جور که گفتیم چون سخن ما ایران هست، مثل دکتر قربان، مثل دکتر عبد، مثل دکتر عبدالحسین زرین کوب، مثل دکتر مصدق السلطنه، مثل پروفسور از جراح بسیار مشهور ایران، مثل بسیاری از فرهیختگان دیگه ایران، کسانی هستن که الان زنده هستن، بزرگترین جراح مغز هستن در ایران، جراح قلب هستن در ایران و در دانشگاه که فراب، چگونه وارد میشن در اینجا و وفادار میمونن و معتقد میمونن. نزدیکترین چیزی رو که ما داریم به فراماسونری و این رو فقط از نظر قیاس بیان میکنیم که چون افرادی کمابیش میدونن راجع بهش تا حدی و مانند فراماسونری، نزدیکترین چیز از نظر جهان وطنی بودن، یعنی فلسفه جهان شمولیه و تمام جهان یا تمام بشریت رو میخواد یا میخواد به اصطلاح تحت اون دینش و اون عقیده بر اون حکومت کنه و اون فلسفه مارکسیسم لنینیسم هست. از درون عملی حالا لوش که صحبت کنم، ولی هسته های کمونیستی کارگری که کوچکترین واحد کمونیستی بود، هسته دانشجویی میتونه باشه، هسته فرهنگی میتونه باشه، هسته کارمندی میتونه باشه، هسته ارتشی، هسته مختلف
تا همین جوری میره بالا که در اتحاد شوروی که قدرت داشتن تا اون گروه پولیت بیوروی حزب کمونیست که به اصطلاح قدرت نهایی در دستش هست و معمولا در اون پولیت بیورو هم یک کسی با اون که همه قرار برابر باشن ولی معمولا یک کسی همیشه برابرتر از بقیه هست، مانند استالین، مانند برژنف، مانند آندروپوف و دیگر. ولی در یک برهه هم یک کسی که برابرتر از بقیه بوده ولی اگر بقیه دست جمعی بر علیهش تصمیم بگیرن یا شورش کنن یا هر برکنارش کنن، این هم عملی هست، مثل اون اتفاقی که برای خروشچف افتاد و بقیه پولیت بیورو آقای خروشچف رو از کار برکنار کردن. خب در اون حزب توده ما افراد مختلف داشتیم، بتون اینها سوابق تاریخی و روشنه و اگر کسی هم انقدر سنش مختلفی نکنی که اینها رو یادش بیاد، به سادگی در اینترنت قابل پیدا شدن و قابل چک کردن هست. اون فرهیختگی رو که آقای آدمیت فراماسون در ایران داره، در فراماسونی همون یا آقای دکتر قربان، اون رو معادلش در حزب توده، حزب کمونیست ایران، ما در سیاوش کسرایی میبینیم. سیاوش کسرایی بزرگترین، بهترین، والاترین شکامه میهنی ایران در دوران مدرن بلا شک شکامه سیاوش کسراییه، آرش کماندیر. شکامه آرش واقعا در اون لحظه که سیاوش کسرایی این شکامه رو سروده یه فردوسی مجسم بوده. شاید من خودم که همیشه تجسم هم این بوده که در اون لحظه روان فردوسی در وجود سیاوش کسرایی خلو کرده بود که همچین چکامه پرشوری رو سروده. بنابراین و از باقی که اون خدمتی رو که کسرایی با این چکامه آرش به ایران و ایرانی و هویت ایرانی و ملت ایران کرد، از هر نظر که بخوایم بسنجیمش به مراتب بالاتر از خدماتی بود که آقای دکتر قربان به ایران کرد. بنابراین این که یک کسی از دلش، از اعتقادش واقعا به یک فلسفه جهان وطنی هست که معتقده که تمام بشریت بایستی با این فلسفه و با این منش اداره بشن و هیچ کشوری، همه جهان وطن من هست، ولی نهایتاً می‌بینیم که یک همچین کسی با یک همچین فلسفه، یک همچین شکامه می‌نویسه که هر ایرانی، من 40 سال، من هر بار که این شکامه رو می‌خونم می‌لرزم، اشک به چشم. و من فکر کنم خیلی دیگر ایران دوستان یک همچین حالتی یا شبیه به این همچین حالتی بهشون دست بده. منم آرش، چنین آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مرد آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. ولیکن چاره امروز زور و پهلوانی نیست، رهایی با تن پولاد و نوانی نیست. پس آنگه سر به سوی آسمان برکرد، به آهنگی دیگر گفتار دیگر کرد. درود ای واپسین صبح ای سحر، بدرود که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود. پس بنابراین اون فرهیختگی رو که آقای دکتر قربان فراماسون داره، همون فرهیختگی رو آقای سیاوش کسرایی توده‌ای داره، در حالی که میدونید توده است. ولی از اون طرف درست بغل آقای سیاوش کسرایی که اگر این واقعا اعتقاد نداشت، تمام وجودش احساس نمود، یعنی کسی مثل سیاوش کسرایی